داستان‌های هزار و یک شب، شب هفتم. این داستان ادامه ماجرای عفریت و ماهیگیر، بخش چهار. داستان شب ششم، جایی با به خواب رفتن شهرباز خان نیمه کارمون که ماجرای ملک یونان و حکیم رویانو که پیرمرد ماهیگیر داشت برای دیو حبس شده داخل خمره تعریف میکرد، با سقط شدن ملک یونان به پایان رسید و شهرزادم در شب هفتم داستان رو اینجوری دنبال میکنه که پیرمرد ماهیگیر رو به دیو میکنه و میگه: آره آقا دیوه، داستان من و تو هم مثل کاری بود که ملک یونان بعد از خوبیایی که حکیم یورویان در حقش کرد میخواست باهاش انجام بده، ولی خب عملیاتش با شکست مکتزهانه ای همراه. تو هم بعد از اینکه من از هزار سال حبس توی این کوزه نجاتت دادم، میخواستی بلا ولا سرم بیاری که با یک ترفند داهیانه تونستم جون سادم به در ببرم. الانم علاوه بر این که میندازم تو دریا، همینجا با یه ذره ساحرکاری یه خونه لبه آب برای خودم میسازم. هر ماهیگیریم که بیاد در مورد تو بهش هشدار میدم که نکنه دوباره بتونی خودتو آزاد کنی. آقا دیوم دوباره مثل این نوع خونا شروع میکنه به گریه‌زاری و اشک ریختن و به ماهیگیر میگه که: من قسم میخورم که اگه منو آزاد کنی باهات عهد ببندم که نه تنها باهات کاری نداشته باشم، بلکه از مال دنیا بی نیازت کنم. پیر مردم در جواب دیو گفت: قسم؟ قسم میخوری به خدا؟ برو عمو، اونایی که ادعای مذهبی بودن و مؤمن بودن رو دارن که فقط از اسم خدا قسم خوردن برای پافشاری روی دروغ و دوز و کلکاشون استفاده میکنن. ولی من یادم میاد که تو همون اول بسم الله تکلیفتو روشن کردی، گفتی اصلا خدا کیه و حضرت سلیمان هم جواب رد دادی و گفتی تو که خلیفه کل دیوای جهانی، حالا صحبت از قسم خوردن میکنی؟ تو دیگه چه بچه پر روی هستی. ولی بازم دیو با التماس و زاری جگرسوز از توی خمره گفت: به جون مادرم، بعد از این هزار سال که داخل این خمره بودم و همش تو این یه ذره جای تنگ و تاریک عذاب کشیدم، دیگه به خدا ایمان آوردم و به همون خدا هم سوگند میخورم، زیر حرفم نمیزنم و بهت هم خیانت نمی کنم. البته اگه این پیرمرد ماهیگیر یه سر کوچولو به یکی از این حوزه های معروف توی ایران زده بود، عمرن اگه به حرف این دیو گوش میکرد. ولی خب دیگه دلش به رحم اومد و پوست رو از روی خمره باز کرد و چشمتون روز بعد نبینه که جناب دیو با نرو به شکل دود دوباره از روی خمره اومد بیرون و بلافاصله عین روبرتو کارلوس خمره رو شوت کرد وسط دریا. ماهیگیر بدبخت با دیدن این صحنه کل پراش ریخت و نمیدونست بعد چیکار کنه که یهو دیو با یه خنده بلندی بهش گفت: نترس پیری، من مثل شما آدم ها نیستم که ادعای مذهبی بودن داشته باشم، به سر سفره انقلاب نشسته باشم، برای توضیح دروغ هم مثل آب خوردن اسم خدا رو بیارم و قسم بخورم و واقعا به خدا ایمان آوردم. قرارم نیستی رو حرفم بزنم یا بهت خیانت کنم. الانم اگه تضمین میدی نسبتی با باجناق بازا نداری، بیا پشت من سوار شو که میخوام پرواز کنم و تو رو ببرم به جایی که قرار پاداشی که بهت قول داده بودم و بهت بدم. پیر مرد ماهیگیرم بعد از اینکه مثل این بانک ها کلی ضامن و کارمند و سند و امضا و اینجور چیزا جمع کرد و به دیو نشون داد که بهش ثابت کنه که اصلا اهل باجناق‌بازی نیست، سوار دیو شد و به همراه اون پرواز کرد. بعد از اینکه دیو از روی کوها و دشتا عبور کرد، وسط بیابون کنار یه برکه آب فرود اومد و رو به پیرمرد ماهیگیر گفت: تو این برکه که میبینی کلی ماهی چهار رنگ است. تا من اینجا یه استراحتی میکنم تو رو تو پرت کن و چند تا ماهی بگیر. ماهیگیرم بلافاصله تورش رو انداخت توی برکه و وقتی اون رو بیرون کشید دید بله، چهار تا ماهی گرفته عین جعبه مداد رنگی، رنگای قرمز و زرد و سفید و آبی. اینجا بود که دیو مجدداً رو به ماهیگیر گفت: این ماهی ها رو میتونی به پادشاه این منطقه به قیمت خیلی خوب بفروشی.
روزی یه بارم میتونی بیای اینجا و فقط یه بار تور بندازی و 4 تا ماهی بگیری. بعدم پرواز کرد و کلن نیست و نابود شد. ماهیگیرم طبق توصیه دیو به سمت قصر پادشاه رفت و وقتی رسید پشت در قصر به نگهبانا گفت که به پادشاه بگید براش جعبه ماهی رنگی 4 تایی آوردم. پادشاه با دیدن ماهی ها کلی خرکیف شد و به وزیرش گفت 400 سکه طلا بهش دادم. بعدم گفت که شماره تماسش رو بذاره که هر وقت عوض کرد بهش بگن که بازم براشون از همین ماهی ها بیاره. این جناب پادشاه یه روز قبل یک کنیز جوون رو به عنوان هدیه از طرف قیصر روم گرفته بود و همین خاطر رو به وزیرش گفت این ماهی ها رو به این کنیزک جوان بدهید تا برای شام ما یک ماهی کباب و توپ درست کنه برا. ماهی گیر پیر بعد از اینکه ماهی تیله رو گرفت از قصر زد بیرون و کنیز بیچارم ماهی ها رو برداشت و رفت و آشپزخونه که مشغول آشپزی بشه. ولی بدبخت چون برای اولین بار بود که داشت برای شاه غذا میپخت کلی هم استرس داشت. خلاصه که تصمیم گرفت اول ماهی ها رو یه تف کوچولو توی روغن بده و بعد کبابشون کنه. و همین خاطر بعد از اینکه روغن توی ماهی تابه حسابی داغ شد کنیز ماهی ها رو انداخت توی روغن و کلی روغن هم پاشید روی گاز و کابینت و خلاصه کثافت کشیدن به جارو. همین موقع دیوار آشپزخونه با یه صدای عجیبی ترک خورد که کنیز بیچاره که اول فکر کرد مادر شوهرش اومده تو آشپزخونه که بگه خاک بر سرت با این آشپزیت و گاز و کابینت و همه رو داغون کردی و به کثافت کشیدی، در کمال تعجب دید که یه پری خوشگل مشکل از لای دیوار اومد بیرون و صاف رفت سراغ ماهیتابو. با چوبی که دستش بود آروم زد به لبه ماهیتابو و از ماهی‌ها پرسید آیا عهد و پیمانی را که در گذشته ها بسته اید به یاد می آورید و آماده اید با آن عمل کنید؟ ماهی ها بلا فاصله جواب دادن که پری خانومه آزاده، آماده ایم، آماده. بعدم پری خانوم با چوبش محکم زد لبه ماهیتابو و روغن و ماهیتابو و همه رو ولو کرد کف آشپزخونه و به گند کشید همه جا رو. بعدم از همون شکاف دیوار بیرون رفت و دیوارم دوباره مثل روز اول بسته شد و کنیز بدبختم از ترس در جا از حال رفت و بیهوش روی زمین افتاد. چند دقیقه گذشت و کنیز بیچاره به هوش اومد و وقتی دید که کف آشپزخونه پر روغن و ماهیتابه یه طرف ماهیای سوختن افتادن رو زمین یه طرف، فهمید که اوضاع خیلی خرابه و زد زیر گریه. از اون طرف وزیر اعظم که دید پادشاه سر میز نشسته و منتظر غذاست سری رفت به آشپزخونه تا ببینه چرا این غذای کوفتی نمیاد. اما وقتی وارد شد وضعیت آشپزخونه رو اونجوری دید و از کنیز پرسید که داستان چیه؟ کنیزم با گریه و زاری کل ماجرا رو تعریف کرد و البته خیلی هم انتظار نداشت که کسی حرفشو باور کنه. اما از خوش شانسیش ظاهراً وزیر اعظم خودش دستی تو آتیش داشت و همین خاطر رو به کنیز گفت فعلا چاره ای ندارم جز این که حرفت را باور کنم. الان هم سریع برو چند تا نیمرو حاضر کن، یک جوری سر و ته قضیه رو به هم بیاوریم که پادشاه تصمیم نگرفته با خار مادرمان وصلت کند. حالا اینکه چی شد که پادشاه به جای ماهی با دوتا نیمرو راضی شد من خبر ندارم. اینجا هم البته چیزی نگفت. خلاصه که فردا وزیر اعظم یه اسمس به پیرمرد ماهیگیر داد و گفت که 3 سوته 4 تا ماهی دیگه براشون بیاره. چند ساعت بعدم ماهیگیر اومد و 4 تا ماهی رو تحویل داد و وزیرم از جیب مبارک دوباره 400 سکه دیگه به ماهیگیر داد و اونو راهی کرد. بعدم رفت سراغ کنیز و بهش گفت مزخرفات شب گذشته‌ات را اگر هر خر دیگری غیر از من گفته بودی حتما سرت را به باد داده بود. اما چون من خودم کمی تخم جن هستم حدس میزنم کاسه زیر میم کاسه است. به همین خاطر امروز خودم گوشه آشپزخانه قایم میشوم ببینم حرفت درست بوده یا مرا منتر خودت کردی. کنیزم دوباره مشغول شد و طبق روال شب قبل روغن توی ماهیتابه داغ کرد و ماهی رو ریخت دوش که دوباره دیوار شکاف خورد و کنیزم طبق معمول قش کرد و پری خانم هم اومد بیرون و یه خوشوبشی مثل شب قبل با ماهی ها کرد و دوباره زد زیر ماهیتابه و همه رو ولو کرد کف آشپزخونه و از همون شکاف هم رفت بیرون. کلن این پریجون یا کرم داشته با ماهی سرخ کردن مشکل داشت ظاهرن. وزیر جانم که با دیدن این صحنه دیگه پشمی در بدن نداشت فهمید که کنیز بیچاره خیلی هم دست و پا جلوفتی نیست و راست میگفته بدبخت.
خلاصه جناب وزیر تشریف بردن پیش پادشاه و جریان رو توضیح دادن و کلن اون زمان مثل این که اینجور چیزا خیلی عجیب غریب نبود، چون پادشاه هم حرف وزیرش رو کم و بیش قبول کرد، ولی گفت دلم میخواد خودم هم با چش خودم به صورت لایف این پری خوشگله رو ببینم. این بود که دوباره به پیرمرد پیغام دادن که 4 تا ماهی دیگه واسمون بیار. پیرمرد ماهیگیرم بدون اینکه دبه کنه و قیمت رو بالا ببره 4 تا ماهی دیگه گرفت و آورد و 400 تا سکه دیگه از وزیر گرفت و زد به جیب و رفت. این دفعه پادشاه رو کرد به وزیرش و گفت لازم نیست در مطبخ ماهی ها را درست کنید. گاز را بیاورید وسط همین تالار، کنیز رو هم صدا کنید که همینجا آشپزی کند. من هم لباس قلقلیم رو میپوشم و عطر قلون هم میزنم تا پری جان بیاید. بالاخره مراسم آشپزی شروع شد و تا ماهی ها افتادن توی ماهی تابو و یه جلز و ولزی کردن، یه دفعه دیوار قص باز شد و پادشاه که حسابی دلش صابون زده بود و با زبون آویزون منتظر اومدن پریجون بود، دید که یه غلام سیاه زشت و نکره وارد شد و بدون اینکه شاه و وزیر رو تحویل بگیره صاف رفت کنار ماهیتابه و با چوبش آروم زد به ماهیتابه و پرسید که ماهیا به عهدشون پایبندن یا نه. بعدم محکم زد زیر ماهیتابه و کف تالار قصر به گند کشیده شد. بعدم از همون شکاف برگشت و دیوارم به شکل اولش در اومد. درزم کنیزم طبق معمول آقش. پادشاه هم که از ترس یه جوری تغییر کرده بود که میشد برای تبلیغ سوپر کرم موبر ازش استفاده کرد، رو به وزیرش کرد و گفت هرچه هست زیر سر آن ماهیگیر پدر سوخته است. این بود که زنجیر لباس شخصی ها رو آزاد کردن و ولشون کردن که برن ماهیگیر بیچاره رو بدون حکم قضایی و قرار بازداشت و این چیزا کت بسته بیارن قصر. به محض ورود ماهیگیر پادشاه یه صلوات بلند فرستاد و قاضی دوست داشتنیش ظاهر شد و در جا گفت حکمت اعدامه، جلاد صدا کنید بیاد. ماهیگیر بیچارم که به دلش صابون 400 تا سکه دیگر زده بود داشت بیش خودش فکر میکرد که این دیو نامرد بازم زد پس یقه من و اینجوری داره ازم انتقام میگیره. پادشاه با فریاد بهش گفت مردی که یه جاسوس، با آوردن ماهی هایی که تست امنیتی بر روی آنها صورت نگرفته از سوراخ اطلاعاتی ما سوء استفاده کردی و پای افریدان جادوگران را به قصر ما باز کردی. همین الان با حکم قاضی دوست داشتنی هم میدهم جلاد سر از بنات جدا کنند. ماهیگیر بینوا که روحش هم از هیچ چی خبر نداشت با حالت عجز و ناله به پادشاه گفت قربانتان کردم، اگر من چه خطایی کردم؟ اگه مسئله پوله، من فقط 2 تا سکه از اون 1200 رو خرج کردم. بقیه‌اش هم حاضرم تمام به کمال برگردونم. وزیر اعظم که خودش هم این کاره بود، یواشی در گوش پادشاه گفت ظاهراً این ننه مرده از هیچ چیزی خبر ندارد. از او بپرسید ماهی ها را از کجا آورده؟ پادشاه به پیشنهاد وزیرش از ماهیگیر همین سوال رو پرسید و ماهیگیر بیچاره هم کل داستان رو از سیر تا پیاز برای پادشاه و وزیر تعریف کرد. در ضمن کنیز بازم تو آشپزخونه همینجوری یهویی قش کرد. این قیصر نامردم کنیز قشی انداخته بوده به پادشاه. بعد از این جریان پادشاه از ماهیگیر دوباره پرسید که آن وقت این برکه‌ای که از آن سخن بگویی کجاست که تا کنون دست ما به آن نرسیده است، آن را پیدا نکرده ایم و غارتش کنیم؟ ماهیگیرم جواب داد که همینجا پشت اون کوههای اوشونفشان، یه نصف روز پیاده تا اونجا راهه. وزیر وقتی این حرفو شنید به پادشاه یواشکی گفت قربانتان گردم، ما وجب به وجب اینجاها رو میشناسیم و تقیه سالم این دوروبرها نگذاشتیم. این مردک یا از ترس در حال دروغ گفتن است یا اینکه آن دیو ملعون با جادو کردن راه رو برای این ماهیگیر کوتاه کرده است. در هر حال پادشاه دستور داد که این لشکر کوچیک تدارک ببینن و اسمشون هم بذارن مستشار و فردا صبح زود برن به جایی که پیرمرد ماهیگیر میگه. همونطوری که وزیر حد زده بود، این مسیر با جادوی افرید برای ماهیگیر کوتاه شده بود و اونا 3 روز تو راه بودن و سعی میکردن مثل یک پهپاد تنها فقط از مسیر لذت ببرن. پیرمرد ماهیگیرم دل تو دلش نبود که نکنه این دیو برکه رو از بین برده باشه. بالاخره انتهای روز 3 که شد رسیدن به کنار برکه.
در کمال تعجب پادشاه دید که بله، داخل پرکه پر از ماهیای رنگارنگ و اینجا برای غارت کردن از دستشون در رفته بوده. به همین خاطر رو به وزیرش گفت: میخواهم کمی خلوت کنم و به تنهایی در کنار برکه بنشینم و سر از کار این ماهیان در بیاورم و ضمناً ببینم برای شعار سال نو چه چیزی به من وحی میشود. اما به همراهان بگویی کمی دورتن با فاصله چادر بزنن، خودت هم همین نزدیکی ها بپلک که اگر علامت دادم خبردار شوی. خلاصه که پادشاه وقتی برگشت دوباره نزدیک نهر، غروب شده بود و چون میخواست به گشت و گذاری دور و بر برکه بزنه، شمشیرش رو کشید و به سمت شمال برکه شروع به حرکت کرد. یه مقدار که رفت جلوتر متوجه یه سایه شد و آروم آروم جلوتر رفت تا ببینه چه خبره. نزدیکتر که شد دید این سایه یه قصر خیلی بلند و بزرگه و حسابی از این که چرا تو روز این قصر دیده نمیشه متعجب شده بود. البته برای ما خیلی جای تعجب هم نداره، چون ما هم نمیتونیم برج میلاد به اون گندگی رو روزا ببینیم. خلاصه وقتی پادشاه نزدیک قصر رسید، با کمال تعجب دید که خشت و حاجرای دیوارای قصر یک درمیون از طلا و مرمره. بنده خدا خبر نداره که ما تو مملکتمون حتی توالت عمومی پارک شهرم که شهرداری و پیمانکارای نور چشمی و قرارگاه‌های مختلف و اینا می‌سازن، دیواراشون از طلا و مرمره. البته از جهت هزینه و بودجه‌ای که براش در نظر می‌گیرن و فاکتور می‌کنن و وگرنه خود پروژه که اصلا به اتمام نمی‌رسه هیچ موقع. پادشاه یه خورده اطراف قصد دور کرد و چند تا بوغ زد و هی عربده زد: آی همسایه، آجی، آبجی. ولی هیچ صدایی از داخل قصد در نمی اومد. قصد هم دوتا در آهنی خیلی بزرگ داشت که یکیش رو به شمال بود، یکیش هم رو به جنوب، ولی هر دوتا چارتاق باز بودن، خوراک دزدیدن اسناد محرمانه بود. خلاصه که یه چند باری در زد و وقتی دید بازم کسی جواب نمیده، یه یالا گفت و از درب شمالی که پشت برکه بود آروم وارد قصر شد و بازم شروع کرد به صدا کردن ساکنین قصر. ولکنم نیست، خب بابا شاید خونه نیستن، الکی چراغا رو روشن گذاشتن دوز نیاد. بیخیال شو دیگه، برو کارتو انجام بده، کشتی ما رو. بالاخره بیخیال شد و رفت و دید واو، عجب قصری لامصب، بیت پیشش عین طویله است. پادشاه یک کمی وایساد، یه نفسی تازه کرد و دوباره شروع کرد به سرکشی کردن. این دفعه دید که رسیده وسط یه تالار بزرگ که کفش پر از فرشای خفنه، وسطش هم یه حوض بزرگه که چارگوشش چهار تا مجسمه شیره که از طلای قرمز درست شده بودن. فکر میکرده چون قرمزه بهتره، بدبخت عیارش پایین بوده. خلاصه که از دهن شیرا هم به جای آب جواهر و مروارید بود که همینجوری میریخت توی حوض. یه رفع صدای یه نفر شنید که با حالت ناراحتی داره این شعر رو میخونه: نه بر خلاص حبس ز بختم عنایت است، نه در صلاح کار ز چرخم هدایت است. از حبس من اکنون به هر شهر مصیبت است، پس حال من کنون به هر جا روایت است. تا کی خورم به تلخی و تا کی کشم به رنج، از دوست طعنه و از دشمن شکایت است. ترجمه شعر سرتون رو درد نمیارم، توی یه جمله معنیش میکنم: به چخ رفتن تا خرخره. خلاصه پادشاه که این شعر رو آی تو روح پدرت شهر باز که تو عین مرغ خوابت برد. اگرچه خوش به حال شهرزاد خانم شد و شب هفتم هم سرش به باد نرفت، ولی خب آخه ما موندیم تو خماری. باشه، چاره ای نیست دیگه. ادامه داستان هزار و یک شب رو در شب هشتم دنبال کنید. بدرود.